فراموش کردند. هرچند فراموشی و خطا ضعف باشند، تلافیشان خارج از امکان نیست. کافی است که انسان با پشیمانی درونی برای پاک شدن به سوی چشمه پالایش بشتابد. خطایی که بالایش اصرار می شود، اشتباهی که احساس ناراحتی به بار نمی آورد و به زودی فراموش می شود، اما بعضا در آینده نه چندان دور از گریبان صاحبش خواهد گرفت. حال یک داستان دراماتیک و عبرت انگیز را با هم تماشا می کنیم. بچه، ما چی کردیم؟ چرا مرا پیش لالایت میبری؟ این قسم بهتر از مادر. پیش ما باشی خوار و ذلیل میشی. در خانه مجردی تک و تنها خو نمیشه. او جلالایم تو را پیش دکتر میبره. جای تشویش نیست مادر، اونجا لالای ماست، ینگه ماست، اونجا راحت میباشی، ازت مراقبت میکنن. بعد از زنه که کسیم تو رو باید آدم داره نکو بچی، نکو. رسیده مادر. عجیب است، اینا کجاستن؟ برون ببینو. بیا مادر جون، ما کم دیگه. آفرین. آسمان، این دیگه از کجا پیدا شد؟ چرا ساده استی برو یک دفعه سعی کن. سینان، مادر، خیریت باشه، اینجا چی میکنن؟ مادرم آوردم لالا، باید از شما ازش مراقبت کنم. یعنی چه که ما مراقبت کنیم؟ درداش بیخی زیاد شده، من وطنهایی نمیتونم، با یگان دکتر ببرین، من چی بفهمم، هر چی میکنین بکنین. آدم اول خبر میته سینان، اتر دفتن آوردی؟ مرا لوده فکر کردین چطور؟ بیزو مرا در جوانی تنها مانده رفتین. از من دیگه هم یک قدر بود بیادر، دیگهش خودتون میفهمین. سینان، سینان صبر کو، سینان، سینان. او خدایا، سینان. او خدای من. شما چه قسم مردم هستین؟ من نمیفهمم. خوش آمدی مادر. خوش باشی بچه. بیا مادر، بیا مادر، بیا. او بچه بی غیرت تو ریلا کرد ولی من هستم. بیا مادر. آیسته بچه. خوش آمدی. خوش باشی نسرین، میبخشی دخترم، ناراحتتان ساختم. عثمان، یک دقیقه بیا. ای چی تو خواد شد عثمان؟ ما چی بفهم نسرین؟ یکان چاره خواد کردیم، یکی درست صبر کو. این جای ماندن است، در کنج سالون ها ماندهش، ماشالله. خیلی کجا بانو؟ در کجا دیدی که در کنج سالون مانده باشن؟
او یک زن معیوب است. پاچواری تکیه دادنش بی بی. بیا اینجا. جایشو برات نشان میتونم. خوب خوب. اینجا توشکش هوار میکنم. ما او را در سالون نمیمانم. درست است. درست است. آرام باش. دو دانه مایه کالشوی هم بته. درست است. خیرت باشه نسرین، او خدا مایه کالشوی رو چی میکنی؟ هیچ پرسان نکن ناهید خواهر، خوشوی مریض است، تشناب رفته نمیتونه. پاکاریش هم میکنم، گفته جانم برامد به خدا. خانه تو بوی میته که حیران بانی، الا که همراه اینا پاک شوه. خدا برات صبر بکن نسرین. حسن نان چاشت آوردم. زنده باشی خانم. وضع ملاحت خواهر قدر خراب است؟ جانم برامد به خدا. نمیفهمم از کجا پیدا شد. تعامل داشته باش دخترم. انسان مطابق سن و سالش نوازش داده میشه. هرچی نباشه بجای مادرت هست. حقش ادا شده نمیتونه. مادر من خونه است حسن کاکا. من چرا حقش ادا کنم؟ ها ناهید خواهر. یه هفته دستوزی ها در خانه من است. از خاطر منتظرت هستم. انشالله میاییم نسرین. بخیر بری. خدا حافظ دخترم. خدا پشت پناهید. از خوشوهای قدر بد توصیف شده هستن که کوچکترین حرکت خوشو را عروساش به حد کلان میکنه که هیچ پرسان نکو. چگونه بودن انسان بعضن در آخرت بعضن هم در این دنیا معلوم میشه. در اصل انسان هرچی که میکنه با خود میکنه خانم. راست میگی نسرین. عثمان بچم. اوف چی میخوای مادر؟ بچه‌م از گشنگی مردم، یک توت نان خوب بتن. خو 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 نسرین پشت سودا رفته. حال میایم بچه‌م. باز چی هست؟ بچه‌م دردایم زیاد شده، اگه میتونین مرا دکتر ببرین. حالا پیسه ندارم. در این وقت شفاخانه رفتن چقدر مصرف داره ایره خبر داری؟ باز میبرم، حالا صبر کن. فقط که پیسه چاپ میکنم عجیب است به خدا. کجا میری عثمان؟ قهوه خانه میرم. اوه چقدر خوب. تو تا بیرونا چکر بزن، من اینجا چتلی های مادرت را پاک میکنم. خوب حضور برای خودتان پیدا کرده. نسرین نسرین با ما بیبی عثمان، شفا خانه میبریش، با آسایشگاه میبریش، من کاری ندارم. هر چی میکنی بکو، این زن از اینجا گم کن. خو نسرین خو نسرین، یک کار میکنم. ای باز چی میخواید؟ با خیالم گوش نشده، یک دفعه ببینش. اوف نسرین چیگه؟ پس چی میگی؟ همیشه همراه تو مصروف باشم؟ نوکرت خونه استم، ده هر بار صدا کردنت به خدمتت بیایم. دختر ما چی میخوای بگو؟ گوش نشده، یگان چیز پخته کدی؟ گای نان میگه گای او. شیر و مرغم میخوای جانم؟ صبر کو ببینم، نکنه تو خود خانمی خانه فکر کدی؟ من نوکرت نیستم. زیاد گوش نشدی؟ بگی اینا همی بست است. قابل فردا آه
چقدر آدم کم جرأتی هستی تو؟ سر برادرت گپی قبولانده نمیتونی؟ این زنکه گرفتی حالی از دستش نجات یافته نمیتونه. اوف اوف. اگه قیامتون بیای بازم تقصیر ماست؟ عثمان شما آمدیم. بله آمدیم. برو ببین چی میخواید. ما خواه میکنم. اوه عثمان. چقدر بیغم هستی؟ عثمان نسرین دخترم توی نسرین سرت بخوره انشالله. چی گفت؟ تو چی میخوایی؟ گفتم دوای من میگیرم از بهش مفتی. تو خون مرا دیوانه میسازی. برای صد دفعه گفتم که احتیاط کن. اینجا رو تو سعی کن. اوف چای تشنه باره بوی میته. تو اینا رو قصدن میکنی. سمام ما رو گفتن که میاین. میخوایی مرا پیش اونا رسوا کنی. خستم ساختی تو. اما سرد از دخترم لطفا واضش نکن. میخوای چی کنم؟ این بیادی خانه چه خستم گم شما؟ خدا جزایتون بته. خدا باید جزایتون بته. خسته شدم. ببینی رسیدم از دست تو. مرا ببخش دخترم. بس کو دیگه. این کلکینا تا سبارا حتی تا گم شدن بوی آواز میمونه. بلند ده پست که سرما میخوری یا نه؟ دخترم دوای. بار حالا دوایت دیگه. ایام از اولاده. خداوند تو مرا از حالت نجات بده. نسرین از تو بسیار خوشم آمد. از تو بسیار مقبول است. یه از تو سو دختر اینه تو آوردی؟ این چقدر خوب دختر شده. راستش خوشویم دختر. دست توزش بسیار مقبول است. زن با سلیقه آمد. چقدر خوب. بسیار طالمند استی به خدا. چقدر خوب یه خوشو داری. نسرین ملاحت خواهر یک دفعه میخواستم ببینم کجاست؟ ده اتاق روبرو خواه است. خوب است از دگه. حال یگان چیز بخورم. بیا تو هم کمکم کن. بیا دگه. بسیار خوب آمدم. مدت بیایم دختر ما. چی میخوای بگو؟ گوش نشده. یگان چیز پخته کدی؟ گای نان میگه گای او. شیر مرغ میخوای جانم؟ صبر کو ببینم. نکنه تو خود خانومی خانه فکر کردی. نسرین ملاحت خواهر یک دفعه میخواستم ببینم کجاست؟ ده اتاق روبرو خواه است. خوب است از دگه. حال یگان چیز بخورم. بیا تو هم کمکم کن. بیا دگه. بسیار خوب آمدم. سلام ملاحت خواهر. من ناهید هستم، خانم حسن دکاندار. خوش آمدی ناهید. خوش باشی خواهر. ای چی حال است ملاحت خواهر؟ ای کلکین چرا باز است؟ تو خنک نمیخوری؟ خنک خو میخورم اما آروسم کلکین آواز مانده. میگه بوی بد میده. سعی که تو اترام شده؟ مریض میشی؟ ای چی قسم گپ است؟ وضعت مثل که چندان خوبم نیست ملاحت خواهر. چطور خوب باشم خواهر؟ شفا خانه میگم نمیبرن، دوا میگم نمیخرن، امینان خوشکم به زور برم میتن. عثمانم بر توجه نشان نمیتن؟ عثمان چی کده میتونه؟ اختیارش ده دست آروسم است. برش میگه خوشی میتر کده، خوشی موتر کده. او هم چشم بسته گپایش باور میکنه. بچی ریزیم هم مر اینجا آورده لایم کرد. چی کنم درد ما به کی بگویم؟ با این سر و وضعی که من دارم کجا رفتم میتانم؟ بعضی وقتا میگم خدا هر چیزو تر جان مرا بگیره که من بیغم شوم. آهای تو رو نگو خواهر. به همین حالشم شکر. خدا از بد بترش نجات بده. خدا من کسی را به کسی محتاج نسازه. آمین.
بسیار خوشمزه آمدن. نوش جانتان، اما برداشت و زیبایی دستمالایتان نمیرسه. از این کارت هیچ خوشم نامد نسرین، هیچ خوشم نامد. او زن بیچاره در چی حال است؟ چی شده ناهید خواهر؟ اضافه از این چی شده؟ یه چی روز است که سر ملاحت خواهر آوردی؟ از بیپرواییتان بیچاره مریض شده. اتاقش بسیار بوی بد میته. گشنه و تشنه در اتاق ششته. شاید شما غلط درک کردین، اما ما هر روز فکر کن ما غلط درک کردیم. ملاحت خواهرم دروغ میگه. برش گفتن نان خوش کن برات اضافه است. شاید امروز فراموشم شده باشه جانم. از دست این دستمالا کی برم هوش و فکر ماندنه. بیبی دخترم، برات یک نصیحت میکنم. در مورد دو هر قسم که فکر میکنی بکو. هر چی نباشه بالاخره کلان است. مریض است و به مراقبت نیاز داره. کل ما مادر داریم. ما هم مادر هستیم. هیچ کدام ما این قسم رفتار نمیکنیم. انسان های خوب در روزهای بد مانو میشن دخترم. از او خاطر روش تا در سرت بگی و اصلاشو دخترم، اصلاشو. ناهید خواهر راست میگه، با قنق با جانم از باید گفشو دیدش کن. بفرماین. تشکر. تو واستغفر الله. خیرت باشه خانم. سر نسرین اصابم خراب شد. سر ملاحت خواهر ظلمی نمانده که نکده باشه. بیچاره زنکه را در یک حالت قرار داده که پرسان نکو. خداوند به انسان ها ظلم نمی کنه. هم انسان ها به خود ظلم می کنن. چی کنی دیگه؟ دنیا هم طور است. کی می فهمید که ملاحت خواهر به این روزا دچار میشه؟ دنیا است دیگه. انسان گذشته خدا نه، آینده خدا باید فکر کنه حسن خان. راست گفتی. اگه کسی میخواه محتاج کسی نشه، باید به فکر آینده خود باشه. خوش آمدین. خدا خوش شدم دیدم دخترم. خداحافظ. خوش آمدین. حالا برات نشان میتم تو همراه ما چی مشکل داری؟ از جانم چی میخوای؟ برات نشان میدم تو شرم نداری؟ از ما شکایت کرده پیش مردم رسوایی میسازی؟ تو شرم نداری؟ دروغ نکو، میکشم میخوای ملاحت دروغ میگه؟ کن اگر حال از پیش خودت جور کرده؟ حال از دست من نجات پیدا کردن نمیتونی؟ نجات پیدا کردن نمیتونی؟ الهیت میکنم، چرا نه؟ اما نه در خانه خودم، ماندن در خانه دیگه حرام است. حرام است، میفهمی؟ بیا، یاد نزن. گناه این مست که تو این روز تو را تحمل کردیم. کجا ببری؟ الهیتو، لطفا نمیتونی؟ در این خانه داخل شده دیگه نمیتونی؟ کجا ببری مرا؟ ما حالا برات نشان میتونم که شیطانی کردن یعنی چی؟ مرا نبر، کجا میبری؟ خانه ما از زندگی ما کل چیزم از این رو کردی. حوصله ما گرفتی، جای تو دیگه اینجا نیست. الهیتو حال دروغ گفتن رو برات نشان میتونم، زندگی کردن رو برات نشان میتونم. بودن اینجا بسیار خوش معلوم میشه. همینجا باش تو بفهمی زدن یعنی چی. یک دفعه در بیرون ماندی خوردی باز و قدر مرا میفهمی. همینجا باش تو بفهمی. مادر تو اینجا چی میکنی؟ تو رو چی شده مادر جان؟ بیگه گندگی هایی نسرین تو چی میکنی؟ صبر کن صبر کن نسرین پس تو دیوانه شدی؟ دیوانه شدم فهمیدی دیوانه شدم بالاخره من دیوانه کردین کنکه دیگه در خانه ما آمدن نمیتونم میفهمیدی؟ من چی کار بدنم میتونم مادرم بسر سرک بسر کنم من کارم میکنم من میکنم من خودت هم کدنش از دلیو کفت رو بری نمیتونم با من چی کجا میشه؟ نه
لطفا مرا رها نکن. نکو نسرین بی بی، کلگی سهل ما را دارن. با ما چی که سهل دارن؟ بی بی عثمان، اگه ای زنکره در خانه ما بیاری قسم میخورم جلو پستک ما گرفته برای همش میرم از اینجا، فهمیدی؟ خب پس میگی چی کار کنم نسرین؟ چی کار کنی؟ برو خانه به بیرده در تلفن کن بیا مادرشو ببرن غیرتش هم ایستن؟ نکن نسرین، کارشو ما باید انجام بتون اما ما نداره گره ایم از که تو امروز رو صبر کردیم، مادرشو بگیر و هرچی میکنه بکنه، نمیخوایم فامیدی، نمیخوایم. تو هنوز همونجا ایستاده هستی؟ تو رو میگم بیای عثمان. عثمان من تنها نمون بچه. عثمان عثمان میه یا که بیه یا خدایا تو دو قلب اینا رم بنداز یارم، بده صفای شدن بسیار مشکل است، تو نجاتم بده خداوندا. بالاخره کاری که کرده بودی سر خودت آمد ملاحظ، نکو بخش که میایی در پیش. نه فکر نمی کنم سر خودم بیایم. دخترم چی میگی؟ بیره زن کسافت، عمرت خوردی چرا نمیموری؟ زندگی ما تباه ساختی. من از تو چی کردم دخترم؟ زندگی ما تباه ساختی، خانه را برم زندان درست کردی، باز میگی که ما چی کردیم؟ از پاک کردن چطلی دست نان دادن دیگه خسته شدیم فاوی. دادا کسی اکو پنهان از دخترم، یه پنهان خوبان اول من رو زیادم. چی میکنی بنا؟ نکو خود بخوا نکو، چه چی گفتم؟ این خانه یک خانه داره او ما ازو هر بده کنی کنی بکن، ما چه مده این خانه بزرور ازم یه عروس ازو. دعا میکنم یه لذر خودت بیایم، خدا جزایی تو بتن. تو باری انسان ها رو باید انسان دار بتن، چرا خلاص شما؟ این چه سجاد دادن هم نگم مدادم برسیم همسایا، چی برسیم؟ مدادم برسیم همسایا. شکریه خاله، خوب هستی؟ چی میکنی وزه؟ شرم نمیکنی بیچاره رو دست سرک انداختی؟ شرم نمیکنم، شرم نمیکنم، فهمیدی؟ اصلا گناه ما است، گیره نگاه کردم. بیا بیا این سوشو، بیا خاله بیا. این قسم آدم ها باید در بگیرن، فقط آتش میتونه اینا رو پاک کنه. مالا حد تو هیچ انصاف نداری، این کاری که میکنی فکر میکنی یک روز سر خودت نخواد اومد؟ با که بیای، با تو چی که میای؟ یک روز خواد اومد، خداوندی حالت سر تو خواد آورد، باز میبینی. خدایا من چی کردم؟ خودم با دستان خودم خونه تباه ساختم، نجاتم بده خدایا. بیننده های عزیز، فرزنده که حقوق والدین را پایمال می کند و در برابرشان عصیان می ورزد، جز حیوان وحشی چیزی دیگری نخواهد بود. پدر و مادر دو موجود مقدسی اند که باید مورد احترام فرزندان قرار گیرند. کسی که در حرمت کردن کوتاهی می کند، در حقیقت در برابر حق قرار گرفته است. کسی که شان را خوار و ذلیل می کنند، دیر یا زود خود خوار و ذلیل خواهند شد. بله بیننده های عزیز، باز هم رسیدیم به پایان یکی از قسمت های دیگر. حوادث اثر آرامیز زندگی تان را با ما در میان بگذارید، زیرا این حوادث افق دید ما را نسبت به زندگی